بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب شرح سه اصل و دلیل های آن دوم سه مسئله بدان الله تعالی رحمت کند که این بر هر مرد و زن مسلمان آموختن این سه مسئله و به آن عمل کردن واجب است. مؤلف رحمه الله در ابتدای این بخش کتاب برای طالب و دانشجو دعا میکند و به راستی مؤلف برای دانشجو در کتاب سه اصل در سه موضع دعا میکند. در ابتدای چهار مسئله، سپس اینجا در سه مسئله و موضوع سوم بدان الله تو را به طاعتش ارشاد نماید، حنفیه همون ملت ابراهیم است. پیش گفتار از شرح سه مسئله. توحید به سه تقسیم می شود. یکم توحید ربوبیت، یگانه قرار دادن الله در افعالش یا یگانه قرار دادن الله در آفریدن و ملک و اداره کردن. دوم توحید الوهیت، یگانه قرار دادن الله سبحانه و تعالی در عبادت. سوم توحید نامها و صفاتها، یگانه قرار دادن الله به آن نامها و صفاتهایی که خود را در قرآن یا بر زبان رسول صلی الله علیه و سلم نامیده و به آن وصل نموده است و این به اثبات آن چیزی که برای نفسش اثبات کرده، نفی و رد کردن آن چیزی که از نفسش رد کرده است، به تحریف، به انکار کردن، به اثبات چگونگی و به مثال زدن می باشد. البته الله ما را آفرید و رزق داد و رها نکرد، بلکه به سوی ما رسول فرستاد. پس کسی او را اطاعت کرد داخل جنت گردد و کسی بفرمانی کرد داخل دوزخ گردد. دلیل فرموده الله تعالی که فرمود ما پیامبر را به سوی شما فرستادیم که گواه بر شماست، همان گونه که به سوی فرعون پیامبر فرستادیم. پس فرعون به مخالفت و فرمانی آن پیامبر برخاست و ما او را سخت جزا دادیم. اسمها و صفاتها توقیفی است و همان گونه در قرآن و سنت آمده است استوده می شود، به این صورت که اثبات آن صفاتهایی که الله سبحانه و تعالی برای خود اثبات کرده یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای او اثبات کرده است و نفی و رد کردن صفتی که الله سبحانه و تعالی از خود در کتابش نفی کرده یا از او رسول صلی الله علیه و سلم اون را نفی کرده است، مانندی او را پینکی نمیگیرد و نخوابه و هیچ خستگی و رنج به ما نرسید. به تحریف کردن و به انکار کردن و به اثبات چیدگی و به مثال زدن برای آن صفتها. خلاصه مسئله های سیگانه، یکم مسئله توحید ربوبیت و اسمها و صفتها، دوم مسئله توحید الوهیت، سوم مسئله الشرک و مشرکان به نمودن. مسئله یکم، در این مسئله مؤلف رحمه الله توحید ربوبیت و توحید اسمها و صفاتها را اثبات کرده است که الله ما را خلق کرد، پس او خالق است و ما را رزق روزی داده است، پس او رزق دهنده است و ما را بیهوده رها نکرده است، پس ما بیهوده نیستیم که نه امرها و نه بازداشته ها، بلکه به سوی ما پیامبر فرستاده است. هدف فرستادن الله پیامبران علیهم السلام را این است: یکم برپا داشتن دلیل و حجت بر خلق، و ما هرگز عذاب نخواهیم کرد مگر اینکه پیامبر بفرستیم. دوم رحمت، و ای پیامبر تو را جز رحمت برای جهانیان نفرستاده ایم. البته الله راضی نمی شود که در پرستشش کسی را شریک قرار داده شود، چی ملائکه مقرب باشد و چی پیامبر فرستاده شده. به دلیل این فرموده الله تعالی و البته مسجدها از آن الله است، پس هیچ کس را به الله نخوانید. مسئله دوم در آن اثبات الوهیت برای الله تعالی است. مؤلف رحمه الله گفت البته الله راضی نمی شود که کسی را شریک او قرار داده شود. احدون، کسی در اینجا نامعلوم بوده هر کس را در بر می گیرد، بنابراین راضی نیست که رسول یا ولی یا جنی یا ملائکه یا شخصی نیکوکار یا غیرش کسی که باشد شریک و همتا گرفته شود و دلیل فرموده او تعالی است و البته مسجدها مخصوص پرستش الله است. مسجدها مخصوص الله است، پس به همراه الله کسی را نپرستید. احدون کسی نامعلوم است و دلالت بر الوهیت دارد و به همین دلیل مؤلف رحمه الله در اثبات مسئله دوم گفته است الله راضی نیست که کسی همراه او شریک و همتا گرفته شود، یعنی هر کس باشد چی آن شخص پیامبر یا ولی یا جن یا مرد نیکوکار باشد. در معنای مسجدها سه قول است و همه آنها صحیح است. یکم مسجدهای ساخته شده که برای عبادت بنا شده است، دوم اعضای سجده، سوم زمین که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و زمین برای من مسجد و پاک کننده قرار داده شده است. سوم البته کسی رسول را اطاعت کند و الله را یگانه بداند برای او دوستی کردن به کسی که الله و رسولش مخالفت میکند روان است و اگرچه خیشی قریبتر هم باشد. و دلیل این فرموده الله تعالی است هیچ قومی را که ایمان به الله و روز رستخیز دارند نمی‌یابی که با دشمنان الله و رسولش دوستی کنند، هرچند پدران یا پسران یا برادران یا خویشاوندانشان باشند. آنان کسانی هستند که الله ایمان را در صفحه دلهایشان نوشته و با روحی که از جانب خودش آنها را تأیید فرموده و آنها را در باغ‌های بهشت وارد می‌کند که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن می‌مانند. الله از آنها راضی است و آنها نیز از او راضی‌اند. آنها حزب الله‌اند، بدانید حزب الله پیروزان و رستگارانند. مسئله سوم در این مسئله مؤلف رحمه الله وجوبیت بیزاری نمودن از شرک و مشرکان را بیان نموده است. بیزاری از شرک و مشرکان به امور زیرین می باشد: یکم قلب، دوم زبان، سوم اعضای بدن. یکم با قلب، به این صورت که نسبت کافران و ایدهای آنان و محفلهایشان و خصوصا شرکها و بدعتهایی که در نزد آنها است بد ببینی. دوم با زبان، الله می فرماید البته من بیزارم از آن چیزی که شما می پرستید. ای پیامبر بگو ای کافران من نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید و شما نیز نمی پرستید آن چی را که من می پرستم و نه من پرستشگری آن چی را که شما پرستش کرده اید خواهم بود و نه شما پرستشگری آن چی را که من می پرستم خواهید بود. بنابراین آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم. سوم به اعضای بدن، به اشتراک نکردن در محفلهایشان یا عادتهایشان یا شباهت نداشتن در لباسهایشان یا در اعتقادهای آنان.